نفس رو از نقطه نظر مطالعه مطالعات عرفانی و قرآنی به چند طبقه تقسیم می کنند همه این طبقات با هم مساوی نیستند مکاتب مختلف نفس رو به درجات مختلف تفکیک و تقسیم کردند معروفترین نوع تقسیمی که بر نفس کردند این است که نفس اماره انسایتینگ اماره است و نفس لبامه که در واقع سلف اکیوزینگ هست یا نفس مطمئنی که ات پیس هست یعنی نفس رو اینطوری تعبیر کردن بعضی از بزرگان که نفس اماره نفسی است که هر چیز رو میبینه دستور میده امر میکنه کافی است که اطلاع ذهنی یا رؤیتی پیدا بکنه از وجود هر چیزی میگوید این رو من میخوام و در واقع حالت تکاسر و احتکار پیدا میکنه مثلا میگویند که فتحعلی شاه قاجار 700 زن داشته و بعد گفته که قسمت نشد خداوند به ما عنایت نکرد که بیشتر بگیریم این همه زن هستند من فقط 700 تا زن دارم نفس اماره یعنی امر میکند به او که هر کجایی که وجود زنی رو میبیند میگوید من اون رو هم میخوام منطق درش نیست مطالبه درش هست که توضیح مفصل اینها را در جلسات دیگر خواهیم داد این سایتینگ هست اماره هست مرتب امر میکنه به جایی میرسه که پیشرفت میکنه کارهایی میکنن با نفس که همه اونها رو قدم به قدم جلو خواهیم رفت یک درجه نفس بالاتر میره در این تقسیم مندی به نفس لبامه میرسه نفسی که خودش خودش رو سرزنش میکنه مرتب خودش خودش رو محاکمه میکنه بازبینی میکنه کارهایی رو که کرده که من چرا 700 تا زن میخوام این سوال جوابی که نفس با خودش میکنه البته باید نفس رو تربیت کرد تا خودش با خودش سوال جواب بکنه و الا اماره باقی میمانه نفس لبامه میشود و بعد در این تقسیم بندی مرحله بعدی نفس مطمئن است تقسیمات دیگری که کاملتر هست در بعضی از مکاتب عرفانی برای نفس قائل شدند و اون نفس اماره است انسایتینگ نفس لوامه است سلف اکیوزینگ نفس مطمئن است ات پیس او اشورد یا کانفیدنت نفس ملهمه انسپایرد نفس راضیه پلیزینگ نفس مرزیه پلیزد نفس خالصه نفس مطمئنه در پایان این نوع تقسیم بندی ها می آید که برای اینکه هر نفسی از هر مرحله ای به مرحله دیگر سفر کند و متعالی شود چندین مرحله وجود دارد که مراحل اون رو به ریز می شود تشریح کرد و همین کار رو هم خواهیم کرد و ان الله که به اونجا می رسیم نوع دیگری تقسیم که می کنند همین تقسیم بندی هایی رو که برای شما ذکر کردم به اضافه تقسیم جدیدی که در اون از نفسی صحبت می کنند که نفس روحانی شده یعنی از درجه اطمینان و خلوص گذشته و به مرحله در واقع نفس صافیه رسیده بین نفس خالصه و نفس صافیه تفاوت های اندکی موجود است که انشاءالله در مراحل دیگر با شما اونها رو در میان خواهیم گذاشت در آغاز کار این طور گفته می شود که نفس دارای هفت سر مزاحم هست که تقیانگر هستند و باید این هفت سر در واقع آرام بشود و یک یک این سرها در اصطلاح عرفانی زده بشود تا اینکه نفس در واقع تسلیم انسان بشود و این اسب سرکش پذیرای تربیت بشود و به مهار در بیاید همونطور که عرض کردم در واقع آنچه که معروف به کشتن نفس است حقا کشتن نفس نیست بلکه کشتن صفات رزیله نفس است و نه خود نفس به طور کلی چندین طبقه وجود دارد به عنوان مثال برای اینکه نفس اماره تبدیل به نفس لوامه بشود بایستی که جلوی این مراحل رو گرفت به ترتیب در یکی دیگه از مکاتب عرفانی برای نفس دوازده سر قائل شدند سر مزاحم که اینها یک یک باید قطع بشود و چون کامل تر هست و وقت ما هم رو به اتمام است اشاره به فهرست این سرها می کنیم و در جلسه آینده یک به یک چگونگی زدن این سرهای نفسانی که صفات رزیله نفس اماره است با هم مطرح می کنیم نفس رو از درجه اماره در تئوری به مرحله لبوامه برسانیم یکی مرحله استکبار است یا حالت ارگنس هست مرحله دوم مرحله هرس است یا گرید مرحله سوم مرحله حسد یا انوی مرحله چهارم مرحله شهوت یا لاست مرحله پنجم مرحله غیبت یا بک بایتینگ مرحله ششم مرحله بخل استنجنس مرحله هفتم مرحله کینه مالس مرحله هشتم مرحله آرزو رانگفول دزایر و مرحله بعدی مرحله اقتدار اپرسیو دیمند و مرحله بعدی مرحله احتکار که پریونتیو یا دیپرایوینگ انجست پاور هست و مرحله بعدی مرحله تکاسر، اکسسیو دسپنس، و مرحله بعدی تمع یا اندو enrichment هست که enrichment اینها را هر کدامش رو به تفصیل در برنامه های آینده برای شما توضیح خواهیم داد و به این ترتیب هر مرحله از مراحل دوازده کانه تعالی نفسانی دوازده پله داره به بیان دیگر نفس برای اینکه از نفس اماره به نفس روحانی برسد 144 پله رو باید طی بکند و این 144 پله در عرفان واقعی و عرفان حقیقی راههای رسیدن به خداست و در واقع این مرکب یا این اسب یا این اتومبیل یا این موتور یا این محرک یا این محمل قادر خواهد بود که با طی این درجات بتواند که به مقامی برسد که این اسب و این وسیله به طرف خدا حرکت کند و عاشقانه به سوی او برود و به جایی برسد که خداوند او را به اسم صدا می کند یا ایها النفس المطمئنه ای نفسی که به درجه مطمئن رسیده ای به سوی من بازا و بر بهشت من وارد شو مرحله است که در نوع دیگری از عرفان که از زاویه دیگری مولوی محمد بلخی نرومی در دنیایی که ابن سینا عرب می شود زکریای رازی روسی می شود و فتنه های دیگری که در سر استکبار است نسبت به خاور میانه بیچاره البته محمد بلخی رومی می شود رومی یعنی اهل روم یعنی اهل ترکیه یعنی نه افغانی بوده نه ایرانی در بلخ هم متولد نشده یک جای دیگه متولد شده روم متولد شده به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی به صد دفتر نشاید گفت بس حال مشاقی همان مولوی که در موردش صحبت شد مراحل 144 پله رسیدن به خدا رو در هفت وادی خلاصه کرده و همین تقسیم بندی در ادبیات عرفانی شیخ ابوالحسن خرقانی معلم پیر هرات خاجه عبدالله انصاری به ده مقام یا ده منزل ذکر شده همه اینها رو با هم طی خواهیم کرد حال و ای برای من بگذارید که رغبت طرح این جور مباحث رو داشته باشیم شما راننده این اتومبیل و شما راکب این مرکب هستید زیبت کس درگاهش نومید نگردد باز آن که به امیدی بر خاک درش افتد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته